بر شما. یکم اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی و 21 آوریل 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به ادامه جنایت مسموم سازی دانش آموزان به ویژه در دبیرستان‌های دخترانه می‌پردازیم و به ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. خب با عقب نشینی بی تردید موقت جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی، حمله وحشیانه حکومت با آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی با شدت تمام شروع شده و به شکل عجیب غریبی هم داره گسترش پیدا میکنه. در واقع انتقام داره میگیره حکومت از جامعه درگیر در جنبش انقلابی علیه وضع موجود. همه حکومتی ها و همه کسایی که حفظ جمهوری اسلامی براشون منفعت داره برای سردار رادان هورا میکشن که تمرکز نیروهای پلیس گذاشته روی مسئله حجاب اجباری، بهش جایزه دادن، ازش تقدیر کردن. همین هفته پیش برای چه کاری؟ برای اینکه تونسته در برابر مسمومیت سازی مدارس سکوت بکنه. فرمانده نیروی انتظامی دیگه، برقراری نظم و امنیت در جامعه باید سکوت بکنه، ولی شناسایی، جریمه، حمله به زنان، دختران مخالف حجاب اجباری، اینها رو اینجوری ببینین. نمونه این دوربین هایی که اینقدر واضح افراد به قول خودشون بد حجاب و تو کوچه خیابون شناسایی میکنه، از بقیه تفکیک میکنه، اونا رو کادر قرمز میزنه، عکس و فیلم رو ضبط میکنه، روزنامه همشهری شهردارشون منتشرش میکنه. این دوربین ها قادر نیستن حتی سر نخی از کسایی که به صدها مدرسه، ده ها خوابگاه دانشجویی، بگم حمله شیمیایی کردن. عرض میکنم که چرا روی این حمله شیمیایی مکث میکنم. نمیتونه حکومت هیچ سرنخی از اینا پیدا بکنه. میان یک شوهای مسخره تلویزیونی درست میکنن، تو سیمای آقایون پخش میکنن، میگن نمیدونم دیدین یا نه، خب من بنابه کارم ناگزیرم دندون قروچه برم و اینا رو نگاه بکنم. صدا و سیماشون میاد دوربین رو مثلا میبره تو کوچه خیابون، بعد از مردم میپرسه حمله شیمیایی یعنی چه؟ بعد میگه خب حمله شیمیایی جنگ ایران و عراق، عراق حمله کرد به حلبچه فلان با. خب حمله شیمیایی به مدارس، بابا شوخی میکنی؟ این مسمومیت سازی ها چیه؟ اسمش چیه؟ ببینید، نمیخواد جمهوری اسلامی، نمیخواد جواب بده. به چند دلیل دیگه باید حد زد. یا آدم های خودشونن که در خوشبینانه ترین حالت، من این یاها رو میگم ها، برنامه داشتیم مفصل، و دست از خامنه‌ای به پایین همشون رو هست، از خود شخصش تا بقیه، که آدم بخواد استدلال بکنه و ثابت بکنه که کار سازمان یافته سراسری با این گازهای به اصطلاح ناشناس اینی در مدارس و مسمومیت سازی های موقت، اینها نمیتونه کار یه 4-5 نفر آدم حزب اللهی باشه، نمیدونم طالبانی باشه، نمیدونم حالا به شکل وقیحانش بگیم شیطنت باشه و این چیزا. ببینید، جوابی به مردم حکومت نمیتونه بده، چون داره انتقامشو از موتور محرکه انقلاب زن، زندگی، آزادی میگیره. موتور محرکه‌ای که همین دانش آموزای دخترانه، دبیرستان‌های دخترانه بودند و هستند. بعد انکار میکنه، میگه اصلا، برای اینکه جواب نده میگه اصلا همچین واقعیتی که هر روز جلو چش مردم وجود داره،
دانش آموزا پرپر میزنن جلوی چشم پدر مادرشون، جلو مدرسه، تو مدرسه، جلو چشم همکلاساشون. این بال بال زدن های دانش آموزا اینا اصلا واقعیت نداره. ببینین یه ویدیو برمیکردیم. چهارشنبه بود در همدان مرسش همران، سه شنبه 29 فروردین هم دست کم 19 مورد حمله شیمیایی به مدارس ایران انجام گرفته که 5 مورد آن در تهران و 4 مورد در کرمانشاه گزارش شده است. در هر یک از شهرهای سقز 3 مورد، اهواز و اسلامشهر 2 بار، در اردبیل، کرج و ارومیه نیز هر کدام 1 بار وقوع این حملات ثبت شده است. مدارس دخترانه قیاس، ابرار، شهدای مکی، پردیس و شاهد در تهران، دبیرستان اسمتیه، دبستان ابتدایی دانا، نصر، مدرسه عفت در دولت آباد و دبستان فرد شاد فرد در دادگستری الهیه در کرمانشاه، مدرسه سایپا و نیایش در اسلام شهر تهران، دبیرستان دخترانه کوثر در بولوار کردستان شهر سقز، همچنین مدرسه دخترانه مقطع متوسطه ایمان و دبستان پسرانه ترکمان دو این شهر، مدرسه دخترانه تهذیب کرج، مدرسه دخترانه بهاران اردبیل و دبیرستان دخترانه هدف در فلک مادر شهرستان ارومیه. دوشنبه 28 فروردین هم دست کم 20 مورد حمله شیمیایی به مدارس شهرهای تهران، بوکان، گیلان غرب، کرج، تبریز، خرم‌آباد، دسفول، اصفهان، سقز، ارومیه، سنندج، روانسر و کرمانشاه انجام شده است. ببینید من اینا رو عمدن، ممکنه شنیده باشین در خبرهای در بخش خبری همین صدای آمریکا یا احیانا رسانه‌های دیگه، ولی من عمدن اینا رو نام بردم دونه دونه، خیلی مختصر البته فشردمش تا اینها سنده، تا بماند که این مسمومیت سازی ها در این مدارس مشخص جلو چش مردم داره اتفاق میفته. جمهوری اسلامی مطلقا سکوت میکنه، نیروی انتظامیش دنبال بدحجاب و بیهجاب میگرده با دوربیناش، هر هفته میلیاردها تومان خرج میکنه برای این کار، ولی مسمومیت سازی. خب اگه کار خودتون نیست که هست، اگه کار خودتون نیست خب پس چرا نمیگیرین کسی رو؟ پس چرا کسی رو معرفی نمیکنین؟ بعد تو این دور جدید، هفته پیش هم من گفتم هیچ رسانه‌ای طبق بخشنامه، طبق این بخشنامه اجازه نداره به موضوع مسمومیت دانش آموزا بپردازه. هیچ رسانه‌ای بخشنامه آمده است. مدیر مسئول محترم رسانه، مال بعد از تعطیلات نوروز، برای همه رسانه ها رفته. خب ولی خبرگزاری فارس سپاه پاسداران تنها رسانه ایست که آمده مطلب، البته عرض کردم سیمای جمهوری اسلامی هم این کارو میکنه، سیمای آقایون و فارس رسانه اصلی سپاه پاسداران، در واقع رسانه عمومیش، تنها رسانه ایست که آمده مطلب گذاشته، ویدیو گذاشته مفصل. بقیه حق ندارن، این مال سپاه حق داره دیگه، بقیه حق ندارن. این و سیمای آقایونشون باید یک طرفه بیان هرچی میخوان بنویسن به عنوان گزارش. من نمیم چقدر واقعا خواننده داره و چقدر، یعنی چقدر باورپذیره این حرفاشون. فارس نوشته 80% بدحالی دانش آموزان تمارز بوده، 20% استرس. یعنی طبق آخرین تحقیقات، یعنی شیمیایی کردن مدارس 100% دروغه، 80%شون که الکی گفتن حالشون بد شده، تمارز کردن، خودشونو به مریضی زدن، 20% هم از تمارز اون 80% استرس گرفتن، شد 100%. قضیه به همین سادگیه. تحقیقات گسترده هم انجام شده، نهادهای زیربط که البته در گزارش فارس هیچ اسمی ندارن، بررسی های خیالی، منابع الکی، منبع آگاه به ما گفت که فلان، این در رسانه همین فارس که عرض میکنم، اینا خب همه چیو گفتن دیگه، 80% تمارز، 20% استرس از تمارز اونا، چه برای چی شلوغش میکنن خانواده ها؟ به گزارش خبرگزاری فارس، تحقیقات گسترده نهادهای زیربط،
نشان می‌دهد که بیش از 90% حوادث مدارس منشأ داخلی داشته و توسط دانش آموزان اتفاق افتاده است و شیطنت‌های دوره نوجوانی همزمان با پوشش رسانه‌ای گسترده این رقابت را بین برخی دانش آموزان تسری داده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در موارد معدودی برخی معلمین نیز تخلفاتی در این زمینه داشتند، یعنی اونا مسموم کردن بچه ها، و به رغم با خبر بودن از ماجرا با دانش آموزان برای تعطیل کردن کلاس‌ها همراهی کردند که پرونده تخلف آنها در دست رسیدگی است. این تحقیقات نشان می‌دهد در موارد با منشأ داخلی علت بدحالی دانش آموزان منتقل شده به مراکز درمانی، حدود 80% تمارض و حدود 20% تلقین اعلام شده است. کجا اعلام شده است؟ این مزخرفات چیه به اسم گزارش خبرگزاری سپاهتون میزنه؟ کجا اعلام شده است؟ به جز اینکه خودتون می‌نویسید. یعنی حتی مراجع رسمی حکومتی جرئت ندارن اینا رو اینجوری بگن. 80% 20% اصلا وجود نداره. کی این تحقیق رو کرده؟ کدوم بررسی ها نشان میدهد؟ کدوم منبع آگاه به شما این مزخرفات رو گفته؟ اطلاعات سپاه دیگه. باید دروغ بگه. فریب. عملیات فریب. همینجوری یه مقاله در توجیه خط رهبرشون می نویسن که باید دانش آموزان رو تنبیه کرد. بعد همین فارس نشریه سپاه عرض کردم برمی داره یک ویدیو میذاره در گفتگو با دانش آموز با بچه های قد و نیم قد، یه ویدیو در باره مسمومیت میره مصاحبه میکنه پخش میکنن. ببین هم دیشب مده بود خونم به خاطر که دیروز قایب بود. من خونم گفتش که مامانم توی گروه گفته که یکی از بچه ها بلند شده ابروهاش هم نکته چشاش هم دیگه کلن نمید. آره نه اینجوری نشده بچه ها. چرا مامانش شما دیدیم؟ نه الان رفته تو به من گفته چی میگه؟ چی بود؟ اینترنت؟ نه تو گروه بدن تو ایتا که ما درس میکنیم گفته شوهر من که تو به من رسان بوده. من با چشای خودم دیدم بچه های دیگه فلج شده بودن، ابروهاشون افتاده بود و چشاشون هم کور شده بود. بچه شما الان میترسیم؟ گفتن اینا رو هم بچه همه باور کردین اینو؟ بله. چقدر وقیح و بیرحمین واقعا شما. میرین با بچه های 5-6 ساله تو مدرسه درباره این چیز رو مصاحبه میکنین، به عنوان سند نشون میدین، اساساً دبیرستان‌های دخترانه هدف این مسمومیت سازی‌ها بودند در تمام حدود 6 ماه گذشته. اگرم این وسط دبستانی تک و توک یا دبیرستان پسرانه‌ای احیاناً هدف این مسمومیت سازی‌ها قرار گرفته، همونطور که یک بار دکتر کامیار علایی در همین برنامه فرمودند که تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که فلان مدرسه یه پسرانه صرفاً به دلیل تغییر شیفت کسانی که هدف گذاری کردن و اقدام به این جنایت کردن شیفت پسرانه رو در واقع علیهش اقدام کردن، یا برای دبستان ها هم برای رد گم کنی که خب بیان بگن کل مدارس. یعنی ببینید جمهوری اسلامی طوری عمل میکنه که هم جامعه بفهمه که خط خامنه‌ای داره پیش میره. پیشوا گفته که اینهایی که موتور محرکه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی هستند اینها باید تنبیه بشن. اینو تو سخنرانش گفتی او یه تنبیهی میکنیم دیگه، یه تنبیهی. و هم علنا نیان اینو بگن
که هم در داخل بحران جدیدی براشون سر نکشه و هم در خارج از کشور تحت فشار قرار نگیرن، در واقع تحت فشار بین المللی قرار نگیرن. نمیتونن به صراحت بگن که ما این جنایت عجیب غریبو داریم علیه بچه های مدرسه خودمون انجام میدیم. که یعنی ببینیم، من وقتی این ویدیو رو دیدم مال این بچه های کلاس اول مدرسه 5-6 ساله، دیدم جنایت رو خود حکومت میکنه و بعد به شنیع‌ترین شکلی از بچه های از کودکان میاد سوء استفاده میکنه برای توجیه مثلا خبری جنایتش. کدوم حکومت این کارو میکنه؟ همین کارو، همین تاکتیک ها رو، همین فریب دادن ها رو به اصطلاح در فضای سایبری هم انجام میده که حالا خواهم گفت. ببینین، فضای مجازی اگرچه اساساً همه اون میدونیم که 85 میلیون جمعیت کشور رو که پوشش نمیده و نسبت به کل جمعیت بخش در واقع اقلیت جامعه هستند و در رده‌های سنی معینی هستند که از فضای مجازی استفاده می‌کنند و توی خود اینا بخش باز اندکی هستند، لایه‌ای هستند که در فضای مجازی به عنوان واکنش دهندگان به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی فعالن. این درسته، ولی اهمیت فضای مجازی این است که مثل نقش روشنفکران در هر جامعه‌ای که یا مثل نقش هنرمندان، مثل نقش نویسنده ها در هر جامعه‌ای که در واقع شکل‌دهی فرهنگی یک جامعه و هدایت فرهنگی یک جامعه رو اینها چه آگاهانه چه ناآگاهانه با حضورشون در به عنوان یک موجود اجتماعی در واقع رقم میزنند. فضای مجازی هم میتونیم حالا یک قیاس مع الفارق هم شاید بشه گفت، ولی به هر حال با یه مقدار امساک میتونیم بگیم که اغماز، میتونیم بگیم که همچین نقشی داره، مثل بخش تحصیل کردگان و روشنفکران یک جامعه، نقششون در کل مسیر حرکت اون جامعه. خب جمهوری اسلامی به همین دلیل است که درباره آنچه که میگوید جنگ نرم و درباره فضای مجازی چند ساله که اینقدر داره خودشو به در و دیوار میزنه، بارها کامل بسته، بخشیشو مسدود کرده، همین الان هم بخشی از به قول خودشون پلتفرم ها در ایران مسدود رسمن میگن و همه تون هم میدونین دیگه، و ارتش سایبری درست میکنه، بخش مهمی از پدافند غیر عاملش رو میذاره برای همین کاری، یه سپاهی گردن کلفت میذاره در رأسش، حالا کاری ندارم که اون آدم چقدر اصلا میفهمه در این باره یا در باره های دیگه، و سازمان های مختلف براش اختصاص میده و بودجه کلان. اهمیتی که دارد در واقع در دو جبهه به قول خودش جنگ سخت و جنگ نرم داره پیش میره جمهوری اسلامی، و در این حوزه هم، در حوزه جنگ نرم هم به اصطلاح مثل امت سازی که دارد مرز ملی نمیشناسه برای حکومت اسلامی که امت معنی میده نه ملت، بنابراین دولت ملی، مرز ملی، اینها در واقع در ایدئولوژی اینا که وجود نداره، که به همین دلیل مسئله امت مطرح، امت با مرز تعریف نمیشه، که مرز کشورها تعریف نمیشه، که امت با ایدئولوژی تعریف میشه. هر کسی که اعتقاد به این خدا، این پیغمبر، این ائمه به قول خودشون داره و خب من که نمایندش هستم، این جزو امت ماست، حالا هر جایی میخواد باشه. این جبهه به اصطلاح جنگ نرمشون هم همین امت رو در بر میگیره، و برای همین هم در داخل هم در خارج از کشور که به ویژه موضوع بحث امشب ماست بسیار فعاله. من اجازه بدین از ساده ترینش شروع بکنم، تعداد ساده ترینش تعداد لایک
این چیزی که یه دوره تو این سریال‌های مسخره تلویزیون هم مسخره میشد، بعضی سریال‌های خوب هم مسخرهش میکرد اون اول، خب آره این بحث بود، الان هم مسخره است واقعا گیر دادن به این چیزا. ولی بذارین بگم تا اهمیتش رو بگم. ببینید تعداد لایک های یک پست در فضای مجازی، حالا نوشته، عکس، فیلم، هرچی، این که فلان اکانت یا حساب کاربری اینقدر دنبال کننده داره، فالوور داره، اینقدر لایک داره، این و خب میریم نگاش میکنیم، این میتونه دقیقا کار سایبری ها هم باشد. مهم اینه که اون اکانت حالا مال خود حکومتی ها و یا اینکه مال مخالفای حکومت که تومه خوبی هستن برای افتادن در دام ارتش سایبری جمهوری اسلامی، اینا در واقع هدف باشن برای این ارتش سایبری، به اصطلاح افسران و سربازان جنگ نرمشون. ببینین برای نمونه یه ویدیو ببینید که این نرم افزار هدایت کننده به اصطلاح ارتش سایبری در جهت همین موضوعی که عرض کردم، یه بخشی دستتون میاد که چجوری کار میکنن. ببینیم حالا رو شروع میکنیم با انتخاب میزان لایک و آغاز عملیات لایک ریزی. خب الان توییت رو ملاحظه میکنید که هیچ لایکی نگرفته. ما روی پنل مدیریتی سامانه 20 اکانت رو درگ میکنیم یا انتخاب میکنیم اصطلاحاً تا سامانه وارد بحث عملیات بشه. 20 رو انتخاب کردیم، وارد مرحله بعدی تعریف عملیات میشیم، شیب عملیات رو تعریف میکنیم، نوع عملیات لایک هستش، این هم گزینه شیب عملیات یعنی با چه شیبی ریخته شه، ما فعلا میخوایم خیلی با سرعت بالا ریخته بشه. خب اینجا مقدار عملیاتی رو مشخص میکنیم، عنوان عملیات هم که لایک هستش، در مقدار عملیاتی URL یا همون لینک توییت رو میذاریم، عنوان عملیات هم که مشخصاً لایک اکانت رو میزنیم. خب شیب هم که تنظیم شده، میریم برای مرحله انتخاب زمان، شروع و پایان عملیات که ما مشخصاً در حالت 2-3 دقیقه بیشتر نمیخوایم طول بکشه و اینجا تاریخ رو انتخاب میکنیم. خب عملیات رو آغاز میکنیم، سامانه شروع به فعالیت میکنه، اینجا عملیات با موفقیت ارسال شد. حالا میریم روی توییتر. خب الان داره لایک میگیره توییت، یه مقداری هم از تایملاین داره میگیره. تا لایک در کمتر از 1 دقیقه انجام دادین عملیات رو و یک مقداری هم دوتایی هم که اضافه گرفته از خود تایملاین گرفته و به همین نحو ادامه خواهد داشت. خب دیدین دیگه، یا در همزمان 20 تا اکانت رو میذاره، هدف گذاری میکنه، به قول خودش لایک ریزی میکنه، این میتونه 200 تا اکانت باشه با همین نرم افزار. باری ببینین این سایبری ها، اینو محسن نمونه دیدین، سعی میکنم سریعتر بریم جلو که برسیم به مهمان محترم برنامه که با جزئیات و مثال ها این روند رو کاملا باز بکنیم. ببینین این سایبری ها فقط پشت کامپیوتر نمیشنن یا مثلا با موبایلشون این روند رو هدایت نمیکنن، اینا هم جنایتکار های تو خیابونن، هم در صحنه جنگ نرمشون اینجوری که دیدین و هم در صحنه جنگ سختشون به اصطلاح. یکیشون هست ببینین، سید پویان حسین پور، یکی از سایبری‌های افشا شده است که تو سیمای آقایون هم به عنوان کارشناس رسانه میارنش. خب کارشناسای رسانه‌شون که میان سیمای آقایون همشون همین کارن، میدونید اصولا کارشناسای رسانه جمهوری اسلامی مال همین سپاه سایبری‌ان. این سید پویان تو اعتراضات 1401 ببینین که چه جوری
بچه های مردم رو که گرفتن انداختن گوشه خیابون، همونجا چشمن میزنه و ازشون اعتراف میگیره، بهشون میگه که اعتراف ساختگی که من غلط کردم فلان، و بهشون میگه که بخونین سلام فرمانده رو ببینین این فیلم. سلام فرمانده سید علی ده نوزی سلام از این نسل قیور آفرین. یعنی ببینید کثیف‌ترین بازی بازجو با اسیرش، بعد همینو برداشته، همین سید پویان حسین پور برداشته همین صحنه رو ازش عکس گرفته گذاشته روی اکانتش به اصطلاح. ببینید دیگه، عملیات روانی هم در فضای سایبری هم تو کوچه خیابون، هدف در هر دو حوزه شکستن مردم. همین سید پویان، حاج سید پویان، وقتی یکی از همکاراش حسین دلیریان که به اصطلاح افسر جنگ نرمه میشه مدیر روابط عمومی سازمان فضایی جمهوری اسلامی، تبلیغشو میکنه، پخش میکنه این برون بر، بله بفرمایید که این حسین دلیریان چقدر آدم واردی بوده است، همیشه فعال و دقیق در جنگ سایبری و نمونه است. همین آدم از همین عوامل جنگ نرم جمهوری اسلامی، وقتی هواپیمای PS752 خطوط هوایی اوکراین رو زدن با موشک، همین آدم آمد در فضای مجازی، همین حسین دلیریان تو فضای مجازی توییت کرد ادعای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک پدافندی همانقدر مضحک است که ادعای آمریکا درباره اشتباه گرفتن پرواز ایران ایر با جنگنده F-14 مضحک بود. اسیر عملیات روانی دشمن نشوید. درست ببینه مثل خامنه ای که میگه اسیر، یعنی خودشون این کارن، بعد میگن که اسیر این کاره ها نشین. خودشون عملیات روانی رو درس میدن، افسر درست میکنن، سرباز تربیت میکنن، خودشون میگن اسیر عملیات روانی دشمن نشین. من درباره موشک زدن به هواپیمای PS752 مسافربری اوکراین، اون جنایت عجیب غریب هیچ صحبتی نمیکنم. به سرنگون شدن هواپیمای ایران ایر در جریان جنگ ایران و عراق هیچ اشاره نمی کنم. برنامه‌های مفصلی در این باره داشتیم، هم نظامیان کارشناس که اون موقع در جنگ بودن در داخل ایران و هم در خارج از ایران حرفشون در هر دو مورد زدند. باری ببینید، این ارتش سایبری معمولا عرض کردم مثل امت حرکت میکنه، غیر از ایرانی ها میره از خارجی ها استخدام میکنه، پاکستانی ها، سوری ها، لبنانی ها، عراقی ها، نمیدونم افغانی ها، نمیدونم هر کی که بتونه کمک بکنه در این ارتش برخواسته از امت در واقع حزب الله. به عنوان افسران جنگ نرم غیر فارسی ازشون استفاده میکنه. برای نمونه ببینید، یه بابایی از پرچمای سوریه، عراق، لبنان، جمهوری اسلامی رو زده بالای صفحش، نوشته خیالم راحت شد، من ترجمه انگلیسی شو میگم، میگه خیالم راحت شد وقتی رقابت محرمانه مسیح علی نژاد و رضا پهلوی و مریم رجبی و بقیه جنایتکاران جنگ طلب صهیونیست رو فهمیدم. وقتی فهمیده که اینا اینجوری هن خیالش راحت شده. این آدم که به اسم غیر ایرونی هم هست که میگه، یکی دیگه شون یه اکانت دیگه تو همین زمینه از همین سایبری ها مینویسه مسیح علی نژاد فلان، فوش میده که من نمیتونم تکرارش کنم، من نمیم چرا تویتر اکانت اینو نمیبنده، میره اکانت یک مبارز رو میبنده، مینویسه مسیح علی نژاد فلان فلان شده از CIA پول میگیره، بیش از 305 هزار دلار طبق قرارداد با دولت آمریکا گرفته. با 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 با. ببینین ما در فضای مجازی ایرونیا چقدر این حرفا رو دیدیم و شنیدیم و میبینیم، حتی با هم دیگه که صحبت میکنیم چقدر با هم میگیم دیدید بابا دیگه اینم دربارش هم چیزی نه، بابا دیگه اینم اینجوریه دیگه، بدون سند و مدرک بیا درباره همه حرف بزن در این فضای مجازی
و خودت هدف گذاری کن کیا رو پشتیبانی بکنی، چه کسی اهل فریب خوردنه، چه کسی فریب خورده، چه کسی تبدیل شده به سرباز بیجیر مباجه به ارتش سایبریت، هدایتش کن، حمایتش کن، لایک بریز توش مثلا. عرض کردم که خیلی همون میشیم سرباز بیجیر مواجب سایبری حکومت ایران. اینا هیچ ربطی به این نداره که هر نوشته و هر حرکت اجتماعی و سیاسی چهره های شاخص مخالف جمهوری اسلامی، اصولا چهره های شاخص نقد باید بشه، در این شک نیست. خب اونا که نقد نیست که، ما هم که عادت داریم به یا زنده باد میگیم یا مرده باد میگیم، ما ملت یا فوش میدیم یا کف میزنیم، هورا میکشیم، راحت لقمه لخمی هستیم برای همین ارتش سایبری با برنامه هایی که داره که حالا خواهم گفت. و جمهوری اسلامی هم اینو خوب میدونه، میاد موفقیاتش رو جشن میگیره، هر چند وقت یه بار افسران جنگ نرمش رو تو قم جمع میکنه بهشون جایزه میده. We want to thank آقای عدنان who is the representative of Ansarullah and also the مسئول of the کنسلگری یمن در تهران. At the same time we would like to thank all other ulama, especially our beloved and esteemed Ayatollah Mohsen Iraqi for taking all this time to be here. We thank him from the bottom of our heart. Jazakumullah khair. We're sorry that we took so much of your time. In the last, we're just going to give out the awards and the gifts to the officers of the soft war. خب ببینین، این که میگه تشکر میکنم از آقای عدنان که نماینده انصار الله یمن است و مسئول کنسولگری یمن در تهران. این سال 94 کنسولگری سفارت یمن رو در واقع جمهوری اسلامی تحویل حوثی‌ها داد که انصار الله یمن خودش کاشته اونجا و حمایتش میکنه. بعد نماینده انصار الله یمن آقای عدنان شده کنسول یمن از نظر جمهوری اسلامی در ایران. از او تشکر میکنن، از آیت الله عراقی تشکر میکنن که میگه عراقی، منظور آیت الله عراقی است که متولد نجف، یعنی در ایران اسم شده آیت الله عراقی که به عنوان نماینده خامنه ای در انگلیس بوده. من توضیحات این آدمو میذارم بعداً درباره اش صحبت میکنیم. اجازه بدیم که بریم خدمت این آیت الله عراقی. خیلی مهمه، من باید حتما یک بار درباره این آدم به زودی بگم براتون. و خب بریم خدمت آقای بابک تقوایی، نویسنده و کارشناس امور دفاعی. آقای تقوایی خوش آمدید به برنامه امشب. صفحه آخری مقدار اشکالات فنی امشب برنامه دیدار شما رو به تأخیر انداخت، ببخشید. ببینین، مقدمتاً بگین که افسران جنگ نرم کیا هستن، چند هستن، چقدر هزینه داره برای جمهوری اسلامی، از کجا میان، خواهش میکنم. بله، خدمت شما عرض بکنم که این مبحث جنگ نرم و افسران جنگ نرم در سالهای 1385 مطرح شد، اون زمانی که خب ما شاهد بودیم به تدریج در فضای اینترنت یک فضایی فراهم شده بود برای مخالفای جمهوری اسلامی تا بتونن نظرات خودشون رو بیان بکنن در قالب خب ما شاهد اگر اشتباه نکنم یک جنبش وبلاگ نویسی بودیم و خب در جواب به اون وبلاگ نویسی ها، در جواب به سایت های خبری که خب در اون تاریخ اخبار آزادانه منتشر میکردن، اینها اومدن اینها رو جنگ نرم دشمن حساب کردن و خودشون قرارگاه هایی تشکیل دادن از همون سال 85-86 و به تدریج با گذر زمان و به خصوص بعد از اعتراضات سال 88 سرمایه گذاری اینها برای عملیات روانی بر علیه مخالفان خودشون و رسانه های آزاد خیلی بیشتر شد و اومدن در سال 2012 به عنوان مثال چندین قرارگاه جنگ نرم تأسیس کردن و خب در اون سالها هزینه های بسیار زیادی هم خرج کردن از اون زمان تا به امروز و خب میشه گفتش که سپاه پاسداران و به خصوص فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران نقش بسیار مهمی داره در تبیین سیاست های
جنگ نرم، تربیت افسران جنگ نرم، افسرانی که میشه به چند دسته تقسیمشون کرد. خب ما اصطلاحا به نسخه های کلاسیکشون میتونیم اشاره بکنیم، مثل همون آقای آسد پویان که ما دیدیم. خب اینها وقتی که شما یک نگاه بهشون میکنین کاملا مشخص هستن که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. اینا معمولا از بین کارمندان دولت هستن، اعضای سپاه پاسداران هستن یا بسیجیانی هستن که خب در فضای رسانه، در فضای این وبسایت های اصطلاحاً سوشال مدیا مثل توییتر، تلگرام و جاهای مختلف فعال هستند، حتی در اینستاگرام، و اینها دوره های تخصصی خودشون رو میگذرونن. و به عنوان مثال برای همین رسانه، برای وی او ای، اینها یک دوره تخصصی میذارن برای همین پرسنل. به عنوان مثال برای پرسنل بسیج شهرداری تهران یک دوره تخصصی میذارن و کسی که دوره رو میگذرونه یک لوحی دریافت میکنه و بعد از اون میشه بخشی از اون ارتش سایبری که حالا ممکنه متعلق به قرارگاه، یک قرارگاهی در تهران باشه یا سپاه مربوطه در استان خاص. و اینا نمونه های کلاسیک هستن که ما میشناسیم. خیلی از اینها میتونن افسر امنیتی هم باشن، حتی بازجو باشن یا شغل های امنیتی هم داشته باشن. نمونه های پیشرفته ای که ما در سالهای اخیر شاهد بودیم این هستش که خب اینها خودشون رو جای شهروند عادی جا میزنن و یا اینکه خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنن تا از یک تاکتیک عملیات روانی که اصطلاحاً گفته میشه بیان دروغ از زبان غیر یا انجام عملیات روانی از زبان غیر. زبان غیر یعنی چی؟ یعنی در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی، در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی بیان این اقدامات و این دروغ ها رو پخش بکنن تا با باورپذیر بودن این دروغ ها عملیات روانیشون و همچنین تأثیر منفی اون عملیات روانیشون بر علیه تارگت یا هدفشون که اگر شخص هست یا رسانه افزایش پیدا بکنه اینها استفاده میکنن. این نمونه های نوینش هستش که هست. بعد همین افراد نمونه های فارسی زبان دارن. ما داریم کسانی که به زبان عربی این کار رو انجام میدن برای جمهوری اسلامی در سوریه هستن یا در کشورهای دیگه مثل لبنان. کسایی هستن به زبان فرانسوی، به زبان ایتالیایی، به زبان اسپانیایی و به زبان انگلیسی که معمولا در کشمیر و پاکستان هستن این کار رو انجام میدن. و خب تعداد کسانی که غیر فارسی زبان هستش به مراتب کمتر از کسانی هستش که فارسی زبان هستن، این افسران جنگ نرم. ببینید، در جزوه‌ای که منتشر کرده است اطلاعات سپاه به عنوان جزوه آموزشی، در واقع دستورالعمل به سربازان سایبریش، به افسران سایبریش برای تربیت سربازان سایبری، این جزوه عملیات روانی 70 صفحه‌ای که منتشر کرده است، یک بخشی داره نسبت کذب دادن که شما اشاره کردین. میگه این شیوه به دو روش مورد استفاده قرار میگیره. در روش اول سخنان یکی از رهبران گروه هدف نقل میشود که هیچ گونه انطباقی با واقعیت نداشته باشد. به این ترتیب بعد از اینکه این پخش شد، حتی اگر رهبر گروه یا رهبر یک کشور آن موضوع را تکذیب هم کند، تأثیر خود را به جای گذاشته است. در روش دوم این سناریو اینطور است که به مطلبی به دروغ به یکی از رهبران گروه هدف که مردم به او اطمینان دارند نسبت داده شود. در این شیوه دو هدف دنبال می شود. در صورتی که سوژه نسبت کذب وارد آمده به خود را تکذیب نکند یا سکوت اختیار کند، که خیلی هم پیش اومده، گروه هدف سناریو را واقعی فرض می کند و لذا سناریو بر مخاطبان تاثیر خواهد گذاشت، در حالی که سوژه آن را تکذیب کند که تا حدودی به چه او در برابر در توده ها مخاطبش به هر حال لطمه می خوره. یکی دو تا مثال بزنید آقای تقوای عزیز. بله، خیلی مثال های مختلفی میشه در رابطه با نسبت کذب دادن زد. خب اینها میگردن ببینن که جامعه ایرانی از چه چیزی بیشتر نگرانی داره، میترسه. خب ما در اعتراضاتی که شاهد بودیم در سال گذشته و به خصوص اعتراضات قبلی، شاهد این بودیم که خب رسانه های جمهوری اسلامی میمدن میگفتن که پشت این اعتراضات گروه های تجزیه طلب هستن، شخصیت هایی که حمایت خودشون رو از این اعتراضات نشون دادن شخصیت های تجزیه طلب هستن، به دنبال جنگ داخلی هستن، به دنبال تجزیه ایران هستن، به دنبال نابودی هستن. و یک تاکتیک دیگه که انجام
میدن معمولا دنبال یک گروه خاص منفور در بین مردم میگردن. مثلا در بین مردم خب کمتری محبوبیت رو سازمان مجاهدین خلق داره و معمولا نسبت میدن شخصیت‌های اپوزیسیون، شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی رو، شخصیت‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، به سازمان مجاهدین خلق و میان ادعا میکنن که به عنوان مثال، مثلا من یک شخصی رو مثال میزنم مثل آقای حامد اسماعیلیون که خب این شخص در جریان اعتراضات اخیر نقش مهمی داشته در هدایت مردم، در رهنمود دادن به مردم در اعتراضات، و خب این فرد به یک تهدید بالقوه برای جمهوری اسلامی تبدیل شده و برای اینکه بچه این فرد رو تخریب بکنن، اتهام وابسته بودن او به سازمان مجاهدین خلق رو بارها اعلام کردن. یا افراد دیگه به عنوان مثال مثل مسیح علی نژاد، خب بارها بوده که اینها اومدن ادعا کردن مسیح علی نژاد وابسته به یک گروهی هست به اسم نایاد، یا مثلا وابسته هستش به سازمان مجاهدین خلق یا به گروه‌های مختلفی که ممکنه محبوبیت نداشته باشن بین مردم ایران و از دید مردم ایران منفور باشن و به همین دلیل اینها بیان و خب اصطلاحاً وجه اونها رو تخریب بکنن در بین مردم ایران. یه نکته رو که شما فرمودین درباره اینکه سازمان مجاهدین یا حتی نایاک کمترین محبوبیت رو در ایران دارن، من فکر نمی کنم بشه با ضرس قاطع چون این چیزی گفت، به این دلیل که هیچ گونه آمار ارقامی وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم که چه سازمانی یا چه حزبی چه فردی بیشترین محبوبیت رو داره، نمیتونیم بگیم که چه سازمان و حزب و فردی کمترین محبوبیت رو داره، چون هیچ معیاری نیست. معیار رو مردم و جنبش انقلابی مردم واقعا تعیین میکنه. معیار در ایران آزاد میتونه تعیین بشه، ولی نه در ایران اسیر سلطه و زندان در واقع هم واقعی و هم مجازی که درست کردن و هیچ معیاری نمیتونه وجود داشته باشه. باری عرضم این است که من اینو که گفتم از هیچ گروهی طرفداری نمی کنم و هیچ نونی هم به هیچ گروهی قرض نمیدم، از هیچ گروهی هم قرض نمیگیرم هیچ نونی. میخواد حزب توده باشه، میخواد فدایی باشن، میخواد نمیدونم حزب اللهی باشن، حتی میخواد، البته درباره حزب اللهی باید بحث دیگری کرد چون حکومت مسلط و مستقر است، میخواد شاه اللهی باشن، میخواد مشروط خواهان باشن، میخواد هر کی باشه. هیچ معیاری ما نداریم واقعا که چقدر در ایران طرفدار دارن در بین مردم، اونم طرفدار فعال و یا غیر فعال. باری من این بحث رو ازش بگذرم کامل و یه نکته دیگه، باز نکته بسیار مهم دیگری که باز شما اشاره کردین از زبان غیر گفتن. ببینید در همون جزوه‌ای که عرض کردم مال آموزش و دستورالعمل به افسران سایبریشون هست، اون جزوه 70 صفحه‌ای که یه بار دیدین جلد و در واقع بعضی صفحاتشو درون خودشون در واقع این وجود داره. ببینید یه بخشی داره از زبان غیر گفتن که شما اشاره فرمودید های تقوی عزیز، که میگه در این حوزه چندین مرحله است و به شیوه های مختلف میشه کار کرد. یکیش اینه شایعه در گروه هدف پخش شود به گونه ای که عناصر سالس، خبرنگاران خارجی یا دیپلمات ها آن را دریافت کنند و باز پخش نمایند. آنگاه منبع خودی می تواند به نقل از اون منبعی که ما خودمون بهش قراک دادیم در واقع، حالا یا دیپلمات یا چه میدونم فلان تلویزیون ماهواره یا فلان روزنامه خارجی مثلا یا فلان مخالف، خودمون وقت از اون نقل قول میکنیم در داخل ایران. این دلم میخواد با یک مثال روشن کنین این آقای تقوایی. بله خدمت شما عرض بکنم که در این زمینه مثال‌های زیادی میشه زد، ولی یکی از مثال‌های اخیرش من میتونم اشاره بکنم به یک نشستی بود در کانادا اخیراً برگزار شده بود که به عنوان مثال میتونم در بین کسانی که در این نشست حضور داشتن به آقای حامد اسماعیلیون اشاره بکنم. خب در این نشست یک فیلمی، نشست هالیفاکس رو میفرمایید شما، نشست کنفرانس امنیت بین الملل در هالیفاکس کانادا، اگر اشتباه نکنم. بله بله. و خب
در اون نشست، البته من میخوام در رابطه با یک نشست دیگه هم صحبت بکنم، ولی در رابطه با نشست هلیفکس باید این مطلب رو ذکر بکنم که خب یک دروغی مطرح شد در رابطه با اینکه کسانی که در این نشست حضور داشتن درخواست اصطلاحاً برقراری یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز ایران کرده بودن، به خصوص بر فراز استان کردستان، مشابه به اون چیزی که در جریان جنگ داخلی لیبی بر فراز منطقه بنغازی اصطلاحاً رخ داد توسط ناتو. خب این دروغ رو اینها اومدن در چند روز بعد از همون نشست مطرح کردن و بعد از اون چند ماهی خبری از این دروغ نبود، چون حساب‌های اون افسران جنگ نرمی که به قول معروف اومده بودن این توییت ها رو زده بودن، این مطالب رو گذاشتن، کسی بهش توجه نکرده، تا اینکه بالاخره چند روز پیش در همینطور که در تصویر می‌بینیم در تاریخ 14 آوریل، خب ما شاهد بودیم که یک فردی اومد دوباره همین دروغ رو مطرح کرد. حالا فردی هستش که خودش مخالف جمهوری اسلامی بوده و این اطلاعات رو همون افراد، حالا ما نمیدونیم به چه شکلی، ولی بهش رسوندن و وقتی که بهش رسوندن، خب به هر حال با توجه به اینکه این فرد خودش مخالف جمهوری اسلامی بوده، طبیعتاً باورپذیریش در بین مخالفای جمهوری اسلامی بیشتر میشه و طبیعتاً یک احساس منفوریت ایجاد میکنه، احساس تنفر ایجاد میکنه بین مخالفان از کسانی که در اون نشست هالیفاکس حضور داشتن، مثل خانم مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون و چند فرد دیگه که بودن حضور داشتن در اون نشست. و خب طبیعتاً تکذیب شد، فیلم کامل اون نشست بیرون اومد که در اون همچی سخنی بیان نشده بود، ولی خب همینطور که این جزوه عملیات روانی میگه، به هر حال یک حدود چند درصدی هنوز باور دارن به این خبر دروغ. مورد دیگه‌ای هم که رخ داد در یک نشستی بود اخیراً، دوباره صحبتی بودش که بیان شده بود در رابطه با دادخواهی قربانیان جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1357 تا به امروز، که خب یکی از شرکت کنندگان اون نشست آقای حامد اسماعیلیون بود که در اون گفتش که به هر حال کشته های دهه 60 اعدامیان، اونها هم خانواده هاشون حقی دارن، حالا از هر گروهی باشن یا هر جنایی باشن. صحبتی که کرده بود به طور کامل در اون نشست این بودش که از دید او سازمان مجاهدین خلق به هر حال نمیتونه رهبر مردم ایران باشه، نمیتونه نماینده مردم ایران باشه، ولی خب معتقده که اعضای خانواده کشته های این سازمان در دهه 60 به هر حال حق دادخواهی دارن. طبیعتاً این فیلم تفتیش شده این ماجرا توسط یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران که به هر حال مقبول مخالفان جمهوری اسلامی هستش منتشر شد با همون تیتر حق دادخواهی اسلامی، همین عکسی که الان دیدیم در دقیقاً با همین تیتر، و تنها دقایقی بعد از اون خبرگزاری تسلیم سپاه پاسداران همون فیلم رو که از رسانه‌ای که از دید خودشون مخالف جمهوری اسلامی هستش و ضدیت داره همون رو منتشر کردن، به خاطر اینکه از دید خودشون چون از زبان غیر بیان شده به هر حال اثرپذیریش روی مخاطب بالاتر میره، حتی همین فیلم رو دقیقاً آوردن از همون رسانه و منتشرش کردن. ببینید من فقط کوتاه عرض بکنم که بنا به همین جزوه آموزشی خودشون افسران نرم، آقای تقوایی، به نظرم خوب است که گفته شود که باید جواب داد به شایعه سازی های اینها. وقتی که جواب نمیدی، تو خود این جزوه نوشته وقتی جواب نمیدی، ما بررسی کردیم، ما سپاه اطلاعات سپاه بررسی کردیم، وقتی جواب نمیدی بخشی از جامعه هدف قبول کرده اینو. وقتی که تو جواب نمیدی، تنها کسی که اومد جواب داد در همین موارد که شما فرمودین خانم نازنین افشینجان بود که 3 نفر بودن شرکت کرده بودن در کنفرانس هالیفکس، اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین افشینجان، که نازنین افشینجان توییتش رو دیدیم که به انگلیسی جواب دادن به یکی از اینها که متاسفانه از مخالفان جمهوری اسلامی هم هست، ولی این بنغازی سازی که الان شده ورور جادوی این سایبری ها، انداختن وسط و همینجوری بعضی هم بر می دارن،
خانم نازنین افشینجا هم جواب داد، نوشت در کنفرانس امنیت بین المللی هالیفاکس نه صحبتی از کردستان شد نه صحبتی از منطقه پرواز ممنوع. لطفاً مردم عاقل باشید و تومه شایعات نشوید. پیش از انتشار اطلاعات نادرست تحقیق کنید. منم رفتم خودم نشستم این فیلم کنفرانس هالیفاکس رو دیدم و فقط کمتر از یک ساعتش هست که به موضوع ایران میپردازه و این سه شخصیتی که بنده اسپردم در همون کمتر از یک ساعت صحبت میکنن. هیچ صحبتی نه از کردستان هست، نه از نمیدونم پرواز ممنونه و فلان اینا و این اصطلاحات مسئله بنغازی سازی و این داستان ها. بگذاریم آقای تقوای عزیز، یه قسمت دیگه هست که اونو باز دلم میخواد بهش بپردازیم، مسئله تیتربندی کردن اینا به انواع مختلف و واقعا بعضی ها شرم‌آوره. برای نمونه پرستو سازی و پرستو انداختن به جان، خب یه تعداد که میتونن به راحتی تومه بشن. من میخوام این تیتر جزوه آموزش افسران سایبری رو پیدا کنم بهتون بگم که خب من پیدا نکردم تیترش رو، شما بفرمایید آقای تقوای عزیز یک مثال لطفاً، که البته مثالش روشنه، ما میتونیم بگیم مثالشو که حالا شما که گفتیم ما اسمشو پخش میکنیم دیگه، مثال خیلی روشن هست که خیلی هم قربانی گرفت. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، خدمت شما عرض بکنم که افسران جنگ نرم علاوه بر عملیات روانی یک کار بسیار مهم دیگه‌ای که انجام میدن اصطلاحاً جاسوسی هستش در فضای سایبری، با توجه به اینکه خب خیلی از اینها خودشون رو شبیه به مخالفین در میارن و میتونن با تاکتیک‌های عملیات روانی راحت نفوذ بکنن در بین گروه‌های مختلف مخالفین. خب سعی میکنن هویت کاربران ناشناس رو شناسایی بکنن. اینها هر کدوم تخصص‌های خودشون رو دارن و این کار رو انجام میدن. گاهی اوقات اینها میان کاربران ناشناسی که شناسایی کردن رو دستگیر میکنن، اینها رو دعوت به همکاری میکنن و در قبال اینکه این فرد حالا در قبال همکاری به زندان نمیره میاد کمک میکنه بهشون. گاهی اوقات اون فرد کمک نمیکنه، حسابش رو در دست میگیرن، یعنی فرد مدتی بازداشت هستش و از حساب اون فرد استفاده میکنن. گاهی اوقات اون فرد به طور کامل آزاد هستش و حتی دوره هم میبینه و این کار رو انجام میده براشون با چهره خودش و در فضای توییتر، در فضای تلگرام، جاهای مختلف که شماره تلفن شما رو جمهوری اسلامی نمیتونه در بیاره، اینها از جنس مخالف استفاده میکنن. اگر زنی هست تارگتشون، از یک مرد استفاده میکنن برای فریب دادنش از طریق عاطفی. اگر زن هست، مرد هست، به عنوان مثال همین مورد رو من اشاره میکنم، در سال 2018 خب فردی بودش که اهل شیراز بود و خب در شیراز این فرد دستگیر شد، یک حسابی داشت در توییتر و خب از کسانی که دوستانش بودن، ایرانی اسرائیلی هایی بودن که زندگی میکردن، اینها اومدن از حساب این خانم جوان استفاده کردن که اهل اهواز هم بود، در شیراز زندگی میکرد و از طریق اون اومدن استفاده کردن، نزدیک شدن به ایرانی اسرائیلی ها و کسانی که در داخل ایران طرفداری میکنن از اسرائیل و اینها رو شناسایی کردن و اینها رو دستگیر کردن. خب این فرد با اینها طرح دوستی میریخت، از طریق عاطفی فریبشون میداد، اصطلاحا اون آقایونی که بودن و میرفتن روی واتساپ که باهاش صحبت بکنن، طبیعتا شماره تلفنشون رو این به دست می آورد. پس از مدتی اون کسانی که شماره تلفنشون رو در اختیار این فرد قرار داده بودن دستگیر می‌شدن. حالا این افراد خودشون مثل همین خانومی که مشاهده کردید، الی بی نوتیف، بله الی بی نوتیف لقبش بودش در توییتر اگر اشتباه نکنم، بله. اسمش هم الهی خورم بود، در شهر شیراز که خب دستگیرش کردن و مجبور به همکاریش کردن. این صفحه واتساپش هستش که خب از همون زمان باقی مونده و به قول معروف این کارها رو انجام میداد و مجبورش کرده بودن و اطلاعات جمع‌آوری میکرد. همین فرد و افراد مشابه این در فضای توییتر تحت نظر یک سری افسران جنگ نرم دوره دیده تر
فعالیت میکردن. اینها گروه هایی داشتن، خب یک سری خانم بودن، وظیفهشون جمع‌آوری اطلاعات بود. خب این فرد مثلا انتخاب میکرد، میگفت این فرد الان نسبت به تو ابراز علاقه داره، نشون میده، مثلا تو برو روی این فرد این عملیات رو انجام بده و اطلاعاتش رو برای ما به دست بیار. خب اینها به این شکل عمل میکردن، یعنی به شکل انفرادی نبود. در نمونه های پیشرفته تر تحت نظر بازجو اینها این کار رو انجام میدن. مثلا اگر یک فعال سیاسی هستش دستگیر شده، حالا میخوان با توجه به اینکه محبوبیت داره شناخته شده هستش در یک گروهی و سعی میکنن از طریق اون فرد بیان و بازجو حتی تماس میگیره، حتی میخوادش در اداره پیگیری. کسانی که دستگیر شدن این حرفو میزنن و راه دستگیریشون رو میگن که یک فردی بوده که میشناختن و شناخته شده بوده که اومده مشخصات اینها رو درآورده و باعث دستگیریشون شده. آقای تقوایی درباره خودتونم یه سری من الان دیدم که این دروغ پردازی هایی که شد یه دوره، هنوز هم دارم میبینم که میان کامنت میزنن که هواپیمای مسافربری اوکراین رو که زدن، شما به عنوان کارشناس امور دفاعی نوشین هواپیمای PS752 سقوط کرده، نه اینکه هدف موشک بوده باشه. که خودتون بگین، کوتاه بگین لطفا که من بتونم به سوالی. بله، خدمت شما عرض بکنم که بعد از اینکه این هواپیمای اوکراینی هواپیما ساقط شد، خب از اولین کسانی که گفتش که سپاه پاسداران در ساقط کردن اون نقش داشت خودم بودم، در شبکه CBC و SABC آفریقای جنوبی و BBC فارسی و رسانه‌های دیگه. و خب در همون زمان اون ادعا مطرح شدش که من وجود خارجی ندارم و من به قول معروف یه شخصیت مجازی هستم و افسران جنگ نرم این رو میگفتن. مال زمانی بود که سپاه هنوز گردن نگرفت. بعد از اون که سپاه پاسداران گردن گرفت، اینها اومدن تاکتیک رو عوض کردن، گفتن که من به دروغ ادعا کردن که من گفتم هواپیمای اوکراینی ساقط نشده، بلکه خودش به خاطر نقص فنی سقوط کرده، که طبیعتاً همچی حرفی نزده بودم و بارها این مسئله رو مطرح کردم به اعضای خانواده قربانیان هواپیمای PS752. حتی همین سایبری ها رفتن گفتن و اونها رو علیه من تحریک کردن، حتی اونها هم بدون اینکه حتی بعضی هاشون مطالعه کرده باشن این دروغ رو باور کردن، علیه من نامه زدن، حتی به رسانه هایی که من همکاری داشتم و حتی علیه من یک گزارش هم منتشر کردن بدون اینکه حتی مطالعه کامل داشته باشن و بدونن که آیا این مسائل صحت داره یا نه. خب دیگه اونا که وظیفه شونه دیگه، مأموران و معذور این کارو میکنن، باید بقیه برام ببینن چیکار بکنن. ببینید، من فرصتی نداریم که بگم، فقط یک سوال دیگه ازتون بپرسم. این نکته رو اشاره بکنم که سازمان امنیت اسرائیل شیمبت به نام گزارش رسانه‌های اسرائیلی در 20 ژانویه 2022 حدود 13-14 ماه پیش هویت فردی رو فاش کرد به اسم رامبد نامدار. ببینید، حد اکثر 2 دقیقه وقت داریم، اگر توضیح بدید درباره این آدم و این گزارش، خواهش میکنم. بله، خدمت شما عرض بکنم که رامبد نامدار هم یک افسر جنگ نرم بود با تخصص عملیات در اسرائیل و خب با توجه به اینکه مرد بود، تخصصش نفوذ در میان زنان اسرائیلی ایرانی تبار بود، به خصوص در سنین 50 سال، میانگین سنی 50 تا 60 سال، و خب این اعتماد اینها رو جلب می‌کرد و خودش رو سلطنت طلب نشون میداد، خودش رو مخالف جمهوری اسلامی نشون میداد و از طریق این اونها رو به تدریج قانع کردش که برن و جاسوسی بکنن در اسرائیل. و خب اینها عکس‌های تهیه می‌کردن، فیلم‌های تهیه می‌کردن، رستوران‌های ایرانی، حتی می‌رفتن از اپوزیسیون هم جاسوسی می‌کردن، از مخالفان جمهوری اسلامی هم جاسوسی می‌کردن. و خب این فرد شناسایی شد و اون کسانی که به قول معروف باهاش در ارتباط بودن، اونها هم در اسرائیل بازجویی شدن توسط شیمبت و برها دیگه عده‌شون هم بازداشت شدن و زندان رفتن. همین فرد الان خودشو مسئولیتش عوض شده و خودش رو سلطنت طلب معرفی میکنه و نفوذ کرده در میان مخالفان جمهوری اسلامی که سلطنت طلب هستن و مشروطه خواه هستن. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای بابک تقوایی عزیز که باز پذیرفتید که امشب هم در خدمتتون باشیم. این قصه البته سر دراز داره، بعداً باز با شما روی این موضوع خیلی خیلی متمرکز با ذهن منظمی که دارین تحقیق کردین و بازم مزاحمتون خواهیم شد. ممنونم آقای تقوایی. خواهش میکنم. یک نکته رو من خطاب به بینندگان عزیز عرض بکنم، ما دیگه مزاحم آقای تقوایی نشیم، و اونم این است که ببینین فضای
مجازی مثل دنیای واقعی تا شما چهره واقعی رو نشناسید اعتماد نکنید. هر چه گفته شد شما تا تحقیق نکردید اعتماد نکنید. هر کی میتونه بره علیه یکی دیگه شکایت بکنه. به محض اینکه این بمب خبری ترکید، حالا طرف تا بیا تکذیب بکنه کلی از، و این حرکتی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی به طور جدی روش سرمایه گذاری کرده. شدیم بریم پرده آخر. اگر حضرت موسی میزد تو گوش کسی سرش تو هوا پخش میشد، نه دردش میگرفت، میگفتی که باره میشد. من پیغمبرها، هر پیغمبری رو خداوند قدرت 40 پهلوان زمان خودش رو بهش میده و پیغمبر ما قدرت 40 پیغمبر رو داشت. اگه بنا باشه پهلوان زمان پیغمبر ما علی باشه، پیغمبر ما 1600 برابر علی قوی بود. چل تا بنا نداشت این قدرت چه جایی نشون بده و با بال خراب باید بسن علی جنگ می حالا بنا نداشت. شب و روزگار خوش. این صدای آمریکاست.